به پیشنهاد درخواست فراوان شما پدیارهای تتلیتی، تتلیتی های پدیار اومدم ریاکشن برم به دلم میخواد. برو بیا. درود، پدرامیتا هستم و همچنان خوشبختم از اینکه تو اینجا هستی. مرسی که لایک میکنی، سابسکرایب میکنی. ببین بچه ها، 500 نفرتون هم بکشید سابسکرایب بکنید، قدم بر چشم ما بذارید، میشیم 30,000 تا. 30,000 تایی کنید دیگه که باز من بیشتر ریاکشن برم، حالم خوش بشه. خب این ریاکشن رو قبلا فکر کنم رفتیم دلم میخواد و با سوگل، حالا قراره که با خودم برم ریاکشنشو. آخر هر ویدیو هم یه دونه ضرب المثل رو میکنم واسه تون که به کارتون بیاد، یه جایی بگید و باحال باشه. بریم ببینیم امیر تتلو 4 سال پیش چی کار کرده. از شرکت آونگ، وای کپی رایت نمی، ولی من نمیذارم کپی رایت بخوره، بلدم کارم. خب کار چند دقیقه است؟ 7 دقیقه است. این ریاکشن میره واسه نیم ساعت. بریم. آماده ای؟ لایک و زدی، سابسکرایب و کردی. میخوام راجع به چیزام صحبت کنم بچه‌ها. این حواشی آخر وسطای ویدیو کم کم صحبت میکنه راجع به سر قریشی و این داستانا. بگو بیان، بگو بازم بیان، بگو بیان و نپرس منی کوتن نازم کیان. خیلی بار 6-8. چقدر موزیک خوبه. اون موقع هنوز فول بادی نبود، دماغش و صورتش و اینجا گوشاش هنوز بود. چه گوشواره های باحالی انداخته توی این. یه گوشواره 69 هم داره. خیلی باحاله. حسن مهدی و عباس هم بیان گروه میخواد بکنه. بگو بیان، بگو بازم بیان، بگو بیان و نپرس ملکا تن نازم کیان. چقدر ملودی خون. دری بری برا دیدم درم، دری برا دی رای رارم. خیلی ملودی شیرینه. کلا ملودی سرایی قدریه. خیلی بیشتر ملودی سراست. یعنی همه میگن خیلی خواننده خوبیه، هست. خیلی نمیدونم آرتیست خوبیه، هست. ولی انقدر ملودی سراییش قویه، 1000 تا آهنگ خونده دیگه. تو چجوری میتونی 1000 تا ملودی بسازی آخه یزید؟ حالا شاعر هم هست، ولی باز ملودی سراییش خیلی خفن تر از بقیه چیزاست. این از نظر منه البته، قاطی نکنید. من دیگه از اون عوضیام، ولی هنوزم میدونی خیلی بهتر از بعضیام. آه من دیگه از اون عوضیام، دقیقاً وصف حال منه. مرسی که اینو پیشنهاد دادی. من دیگه وحشی شدم، من خارپوسته عالم منم الان. زیر من نبود تو یوب، میدونی خیلی بهتر از بعضیام. زیر من نبود تو یوب، بد شدی عوضی بام. آفرین، تو یوب بام بد شدی عوضی جان. آره میخواد دیگه بکشم ازت بیرون. چقدر اون صدای جذاب کرده کار رو. اون زیر یه صدای دین دوپ دون دون آرپژ میزنه. چی تو بردار؟ سیکترزک فقط بیان میخواد دیگه. بحث چیز تحریرتونه میخواد دیگه. خیلی باید بدویم تا برسیم به تحریراش. من یه دوستی دارم، یعنی یکی از تتلیتی ها باش در تماسم، فالوش دارم، رضا متقی. خیلی تحریراش اصلا خود تتلوه. بعد ویدیو میگیره اینم مثل تتلو، اول سیگار میکشه زاویه سای خود تتلوه. قشنگ خیلی تحریراش خوب تقلید میکنه، خیلی خوب. دلم میخواد دیگه، دل من تنها باشه. تنها بودنم نیستم، یعنی من چون آدم تأهل و تعهد و یعنی یار داشتن، یعنی خیلی تنهایی و اینجوری نیست که بگم حال میکنم تنها باشم و هر روز تو بغل یکی باشم. ولی در این مقطع آره، تنهایی رو دوست دارم، دوست دارم که رو خودم کار بکنم. ولی در کل ذات بشر اینجوریه، تقصیر من نیست. هممون دوست داریم که تو اکیپ باشیم، تو جمع باشیم. مثلا جزو حیوانات واقعا میمونیم، جزو موجوداتی هستیم که دوست داریم تنهایی رو دوست نداریم. واسه همینه که بالاترین
شکنجه توی زندان سلول انفرادیه، میندازنه تنها باشی، تنها بودن خیلی سخته. عقاب که نیستیم که واسه خودمون تنها حال کنیم، یا مار نیستیم، مار مثلا جزء موجوداتی که دوست داره تنها باشه، باز اونم موقع جفتگیری بالاخره یکی نیاز داره که باهاش جفتگیری بکنه. بنابراین این که میگن دیگه من میخوام تنها باشم و انفرادی، یه خورده یه جوریه، چون با ذات بشر در تناقضه. آه بچه اینو چه الان فهمیدم میخواد جار بزنم، گردنبندشم قشنگه. اون موقع فکرم تازه از ایران بچه زده بود بیرون، چند وقت تتلو زده بیرون بچه ها؟ تتلیتی ها آمار دقیق دارن، چه سالی زده بیرون میشه بگید؟ میخوام ببینم چند وقت بیرونه و انقدر تغییرات ایجاد شده براش. عکسات جلو همه دار بزنم، من عکسامونو پاره کردم ریختم تو و پنجره ریختم بیرون، چقدرم حس خوبی داد. دروغ چرا؟ بچه ها میدونستید که اگر میخواین از یک کسی جدا بشید، عکس ها ارتعاش ایجاد میکنن. شما وقتی که تو یه عکسی با هم دیگه هستید، اون باعث میشه که باز در همتنیدگی کوانتومی داشته باشید. یعنی اگر میخواین از کسی جدا بشید، عکس ها رو نگه ندارید، چون باعث میشه که همچنان درگیر اون آدم باشید. هر چیزی که یادگاری هر چیزی که دارید، و اگر میخواین حمالی فکری نکشید قیدشو بزنید، اگر نه میخواین هر چند وقت یه بار به یادش باشید، حتی اگر عکس ها رو نبینید و عکس ها توی یه جایی بسته باشه که نمیبینیدش، بازم ارتعاش ایجاد میکنه. بزنم بشونم بکشم کارت بتنم. اینو قبلا من یه بار خودمو زدم، یه بار بیشتر این کارو نکردم. البته یه بار نیست، حقیقتا دو سه بار خودمو زدم، ولی یه بارشو کیری زدم زب زب دوتا و اشتباه بود. فکر نکنید کار درستی کردم، این کارو تایید نمی کنم، ولی خب کردم دیگه. بک فوکال دارم که یه نوت خفن و کشیده داره با صداش آوا میگیره، میشنویدش؟ چقدرم نفس داره، تموم نمیشه. هنوز داره آوا رو میکشه، چه نفسی داشت. سیگار نفسشو، نه نفس این آدم و نفس هر آدمی رو به گاه میده. با امید ایزد که سیگارشو ترک کنه یا کم کنه حداقل. اه بهمندولی داره روشن میکنه، سیگارش بهمندولیه. الان فهمیدم. چی؟ تتلیاتون چی؟ یا چی چی یا شوره یا نصفه؟ جلوی غریبه ها ای خودت رو لخ میکنی، تو اصلا خوشت میاد اعصابم رو تخ میکنی. بذار ببینیم تنظیم کیه؟ آونگ معمولا اونقدر اتیکت داره که دستندرکاران رو ببین، برعکس رادیو جوان که فقط نیسته موزیک های رادیو جوان رو از اپل رادیو جوان گوش بدید، تو رو خدا به ما پول بدید. نوشته آرتیست امیر تتلو، سانگ دلم میخواد، میوزیک اند لیریکس امیر تتلو، ارنجمنت سعید انصار، باریکلا، لیبل آونگ. میبینی چقدر کوالیتی داره؟ آونگ مال زمان شاه، چیزی که زمان شاه به وجود اومده ببین چقدر پرستیژ داره، و رادیو جوانی که در زمان جمهوری اسلامی به وجود اومده ببین چقدر بی پرستیژه. هر خری راحت شد میاد اعصابم رو تخ میکنی، جلوی هر خری راحت حرف رکیک میزنی، توی لاشی حتی با رفیقان هم تیک میزنی. یه روز خست بازارش خراب بود،
باز اومد قبل سه روز رفت. بگو حالا با این وز من چرا پشت سوزم، یه روز شاد یه روز غم، من چی اومد بروزم، بگو من چی اومد بروزم. یه روز شاد یه روز غم، یعنی مودی بودن رو میگه، منظورش اینه. از کجا میدونستید بعد اینو به من پیشنهاد بدید؟ کسافتا، خیلی باهوشیدا، حال میکنم با اتون، باری کلا خوشم اومد ازتون. نه خوشم اومده، خفشم، خوشم اومده. چرا غریبا منو ارزون میفروشی؟ واقعا واقعا اینو با گوشت و پوست حس میکنم. نمیخوام خیلی چیزا رو بگم، ولی حالا شاید بعدن بگم بهتون خیلی چیزا رو، ولی من همیشه گفتم آقا توی تیم وقتی که دوتا یار تیم هن دیگه، یه جام باید پشت هم در بیاییم دیگه، جلوی غریبه، آشنا، فامیل، دوست، ننه، بابا، پشت هم باید در بیاییم. حتی اگر ناحق باشه، اگر من بیام بگم ماست سیاهه، تو باید بگی آره هرچی که یارم میگه ماست حتما سیاهه. چه بسا که من این کارا رو میکردم، همیشه همه جا میریدم به همه به خاطر یار، به خاطر تیم دیگه. حالا تیمم یه موقع یارمه، یه موقع ننمه، یه موقع رفیقمه، وقتی که تو تیم منه پشتشم. آها راجب چیزم یه کامنت بدم، یه خود بریم جلوتر وسطاش، راجب همین حواشی هم یه خورده صحبت بکنیم. هی خیلی ها گیر دادن آقا یه کامنتی، چرا کامنت نمیدی؟ تو چه چی نمیگی؟ میگم الان میگم. چیز چستون میپوشی همش تو قیافه یا با فاصله به هم میشینی، میگی شیطان متوهمی چه میبینی؟ به خدا این راست میگه همین بود، یعنی تو جمع و این بر اون بر اصلا انگار که مثلا ما با هم نیستیم. پس به هم آخری هم میگفت تو مثل تتلوی مثلا دیونه ای، نمیدونم چی نیستی تو، نمیدونم نرمال نیستی و تو، نمیدونم خیلی خودستایی و خیلی خودبزرگ بینی و فکر میکنی خیلی خفنی و هرچقدر من هی پالس مثبت میدونم تو خفنی، درامری، تو حرفات خوبه، آدم خفنی، هی جلو غریبه، آشنا، دوست، این ور اون ور، تنها شاید من اشتباه میکنم، شاید اون درست داره میکنه. میخواد جار بزنم که ازت بدم میاد، دلم میخواد اکساسو جلو همه پار بزنم، دلم میخواد. بعد بچه این که میگه چی شد از سوگل جدا شده، خیلی ها تو میپرسی چی شد. من چون قول دادم به خودم که چیزی نگم، هر وقت سوگل توضیح داد بخشیشو گفت، چون معمولا اینجوریه دیگه، آدم ها وقتی جدا میشن هر جا میشنن یه بخشیشو میگن که آره اینجوری بود، اونجوری بود، اینجوری بود، واسه همین جدا شدیم، کلیتو که نمیگن. من کلیتو با مدرک براتون رو میکنم، با سند، عکس، ویدیو که چی بوده. حالا اگر اون گفت همه چیو گفت که ایول، اگر فقط یه بخشیشو گفت که من بقیهشو میگم، اگرم چیزی نگفت منم مجبورم چیزی نگم، چون اینطور به خودم قول دادم حداقل. بزنم بشمونم به فهمی از تو پاره ترم بکشم کار بزنم. خیلی میتنازم بگو عباسم بیادش خیلی باله. خیلی بهتر از خیلی هم بعضی ها که چه عرض کنم، الدنگ هستم میدونم، نواقص دارم، ولی خب متاسفانه خیلی ها به این درک و شعور نرسیدن که آقا 100% وجود نداره اون کسی که خوش اخلاق باشه، خوشتیپ باشه، حالا از نظر خودم، خود پسرم میگم، و دختری که خوشیکل باشه، خوشگل باشه، خوش اخلاق باشه، خوشمشرب باشه، با وفا باشه، نمیدونم خوش لباس باشه، یعنی همه اون چیزهایی که من میخوام، نه من، همه دوست دارن رو، همه رو یه جا داشته باشه، همچین کیسی اصلا در دنیا وجود نداره. حالا گیریم اصلا وجود داره، هلو، اصلا گیریم همچین کسی وجود داشته باشه، فکر میکنی میاد به من آمار میده که حالا یه سری نواقص دارم، حالا چه لحاظ ظاهر، چه لحاظ باطن، اصلا
بازم میگم همچین چیزی وجود نداره. ما باید یاد بگیریم آقا همونجوری که خودمون رو با تمام نواقصی که داریم دوست داریم، دیگران هم همینجوری دوست داشته باشیم. حالا نقص من بددهنیه دلیل نمیشه که تو هم بگی آه نقص تو بددهنیه، من حالا نقصم اینه که شلختم، حالا بددهنی بدتره. نه خب برای منی که OCD دارم شلختگی بدتره. میدونی چی میگم؟ باید نیم منشیم دیگه، یه خورده سبک سنگین کنیم ببینیم آقا من چی ندارم اون چی داره. های خدا ملودی و صدا رو دری راری راری ره وریشن تو ملودی سرایی. من میگم این آدم حضرت ملودیه، کسشه رو نمیگم، کس نمیگم، درست میگم. ببین چقدر ملودی این چی بود؟ دبی دبری ببرم دبدم دیرم درم داری را بیرا نوری ره چی کار کردی؟ ها برده یه جا دیگه اصلا. ببین بعد یه ویبره ببین خیلی تمرین کردم نرسیدم. حالا تو من خواننده هم نیستم بگم مثلا من تخصصم خوانندگی توانمندم در این مورد، ولی خب خیلی صدای تکنیکالی داره، خیلی صداش تکنیک داره، اصلا صداش رونالدینیویه واسه خودش. چش دیگه چشمک شاب تو نباید میدادم به تو جا کشاب تو بعد نمیدادم به تو جاکشاتو جای کش. یه دوستی داشتم موهاش بلند بود، بعد یه ساعت خراب تو دستش بود، بعد میگفتیم بنی این ساعت خرابه این چیه میندازی دستت؟ میگفت این جاکشیه. کششو وام که اینجوری قلپی میافتاد دور ساعتش، میگفت این جاکشیه ساعت نیستش که. گفت نباید میدادم جاکشیات، نباید میدادم به تو جاکشاتو جاکشاتو به تو جاکشاتو نمیگیرم. این صدای پرک تک 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 توی این گوش راست داره میاد، فقط تک تک خیلی صداش باحاله. در تک تک میشنه خیلی باحاله. کاری ندارم بدخوا تو. قبلا کسی بدخوا بود کونش رو پاره میکرد، میکردیم دیگه، با بدخوا هم کاری نداریم، بذار از تو بدش بیاد، بذار کونت پاره کنیم. من چه اصلا به من چه؟ تو کشو گفتم براتون قبلا، گفتم دوباره میگم، طور که این که میگم طور که ترکات تاج سرن چوک سویورم ترکلره بردا یلره ترکلره بردا، اما لحجهشون با حال جذابه. بعد این ترکی که دارم تعریف میکنم توهین نیست، جذابه با حاله. ترکه میره توی اتوبوس، بعد میبینه یه زن چاق مانتو پانتوش رفته لا چاک کونه زنه، بعد همه دارن نگاه میکنن، یکی داره میماله و چاک کونه رو نگاه میکنه، میگه اینم مثل مادرم گناه داره و یواش دست میندازه این مانتوش میگیره یواش می الا چاک کونش میکشه بیرون. زنه برمیگرد شق میزنه تو گوش کثافت بیشوره بیناموس. ترکه میگه اصلا به من چه؟ دوباره میذاره سر جاش کاسیش، اصلا به من چه بابا؟ ما رو باش میخواستیم آبادت کنیم. بزنم بشونم به تمی از تو پاره سرم بکشم کار بزنم. خیلی کراستشو دوست دارم، منم میخواد دانز کارت بتانم، این کارت بتانم و خیلی دوست داره واقعا آدم، یعنی به همین جنون رسیده بودم، ولی خب الان آروم شدم، هی داره اوضاع احوالم هی بهتر میشه. توی ریاکشن پیاده آخرین بار که پکیدم یه چند نفر منم گفتن خودت بیا مرد فلان، بعد چند نفر اومدن تو دایرکت تهدیدم کردن یه دفعه دیگه تو ضعف نشون بده میزنیم کونتو پاره میکنیم. و چش راست میگه قوی. باشگارم میخوام شروع کنم، میخوام الان یه خورده تو جابجایی هستیم، ولاگ خونه جدیدم بگیرم براتون بذارم فردا پس فردا، حالا تو این دو سه روزه این دایوسو ببینید، این دایوسو ببینید. خیلی خوش دوست دارم فردا سگ بیا برو گم شو.
وسط من یه نکته ریزی رو بگم، انقدر منفی شدی معدم و میریزی به هم، انقدر حال شدی هیمو. چقدر عجیب، منم عصبی میشم معدم به گاه میره، درد میگیره. تو از ته میزنی، تو هم حرمت شکنی، هم یهو بد میکنی، هم یهو بد میکنی. چه عجیب، چقدر همزاد پنداری تا خشتک، انگار که مثلا من بهش زنگ زدم توضیح دادم که اینجوری شعر بگو، بعد موضوع اینه، داستانا اینجوریه. ببینید من و تتلو خیلی در هم تنیدگی کوانتومی داریم، خارشو گاییدم. اصلا یه سری چیزا هست که نمیتونم بگم در هم تنیدگی کوانتومی مونو، ولی اونایی که میتونم بگم، مثلا دندون نقره گذاشت بچه ها، به خدا باورتون نمیشه، یک ماه قبل از اینکه دندون نقره بذاره، حالا یا طلا، من رفتم دندون پزشکی، این دندونم رو میخواستم روکش طلا کنم، بهش گفتم روکش طلا میکنیم فلان اینا، گفت ما نمیتونیم بکنیم، کج میشه فلان، بهونه آوار، گفت نمیتونیم این کارو بکنیم. من میخواستم طلای زرد بذارم، یعنی من رفتم پولم گذاشتم جیبم که برم این کارو انجام بدم، اونجا تخصصشو نداشت حالا، یا نمیخواست انجام بده یا بلد نبود، خلاصه منو پشیمون کرد، گفت آره زرد اینجوری کج میشه فلان میشه مشکل دار میشه فلان اینا، این کارو نکن. منم پشیمون کرد، گفتش که این کار نکنی، بعد هزینه‌اش زیاد میشه. گفتم هزینه‌اش مهم نیست، گفتم بنیم پارام دور آزمدا الماس لازم، گفتم پول خودم میخوام تو دهنم باشه. خنده مرده بود خنده، بعد نشد. بعد دیدم یه ماه بعد، یک دو سه هفته بعد، دیدم تتلو دندون طلا گذاشته پشمام ریخ. یا نمونهش، ما من و پیام ریاکشن رفتیم به جنگل تاریک، آپلودش ادیتو زدیم، کاراشو کردیم، یعنی روز قبلش ریاکشنو گرفتیم، فرداش ادیت کردیم، آپلود کردیم، رفت بالا. تتلو جنگل تاریکو یه رو 20 دقیقه قبلش کامیونیتی کرده بود. مثلا پرام، پشمام، درزام، برگام، خیلی دوست دارم ببینمش از نزدیک، ولی خب مثل اینکه قسمت نیست دیگه. تو چند تا ویدیو هم بهش گفتم، یعنی چند تا از تتلیتی ها و رابطه هم کانال زدیم که بریم، نمیدونم چرا حتما خوشش نمیاد دیگه، ولی میدونم که اگر چیزی کم نکن، اگر چیزی اضافه نکنم، چیزی هم کم نمی کنم با وجودم توی اونجا، یعنی به دردی میخورم، میدونم، یعنی مفید واقع میشم. کلا من آدمی هم که دوست دارم مفید واقع شم، دوست دارم ارتقا بدم، دوست دارم یه حرکتی بکنم، مثلا میریم یه جا مهمونی، یه ظرفی بشورم، یه کاری بکنم. تو این فازا نیستم که لش کنم و به درد نخور بازی و فقط سرویس بگیرم، سرویسم میدم. پاور کورد الکتریکو بودم. فقط یه مشکلی که از بیت دارم، این صدای درنگ تنگ 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 تنگ، اون آر پی جی دیگه خیلی نان استاپ شد. چه رف خوی آقا، چه رف حال من فراخور است. توی درد سرم لشم و خسته تنم، اینقدر فشار روته کلانه که گنده درم، اینقدر فشار روته که گنده درات، انت بزن، انش بزنه بیرون، اونو بین بچه طلاق خودت، کلانه که گنده درم، اونو بین بچه طلاق خودت، اینقدر ردی که ممکنه بره برق طلاق، خدا خیلی ممکنه برق دمی الان بره، راست میگه. میرینه رو مغز برات، میرسیم به مرز فرار، میرسیم به مرز فرار، درب درا عوض این که بیاد یه بار از دوشت ورداره، فقط به فکر اینه بیا پایین شلوارمون. بعض نمیگم همه دختر رو، بعضی دختر رو به آدم به چشم سکس ماشین نگاه میکنن، یعنی که فقط باید خدمت سرویس بدی، بابا یه خوردم بشنیم گپ بزنیم، یه خوردم بشنیم بریم قدم بزنیم، یه خوردم. ربات که نیستیم، سکس ماشین که نیستیم که هر موقع دوست داری دکمه رو بزنی آدم شروع به کار بکنه. ولی در آقه کور تیز حوالی علاف کور فوزلو پیگیر جن کنترول از راه دور
حالا فکر نکنید مثلا من خودم امروز من خودم خیلی آدم اهل سکسی هم، یعنی دوست دارم که هر روز این کار رو انجام بدم، ولی دیگه یک نظمی داشته باشه، یک وقتی داشته باشه، یک چه میدونم همش هم که رون رون داستان به چرخه اوکی نیستش که. بعضی وقتا اصلا آدم لب‌بازی کنه سکس نکنه، بغل کنه سکس نکنه، قدم بزنه سکس نکنه، همش که نمیشه اونجوری باشه که با داره رد داره کسخونم روشن میشه زودتر تمومش کنم. حالا من برعکس همه قد بلند و درشت و سینه گنده دوست ندارم، یه چیزی باشه که قدش چه میدونم 7-8 تا از من کوتاه‌تر، ظریف مریف کمرباری اینجوری بهتره، نمیدونم سینه خیلی گنده حال نمیده. هفت به قول پیام 75 خوبه. یکی اونو کرده کوک فقط فکر تلمبه و خواهد سی کل کوک دلم خوش بدم، مگه من میگم که تو رفتارا چرا کس چرم مگه من های خدا خیلی بانگ خوبی پیشنهاد دادی، خیلی خوشم اومد ازت، از تویی که کامنت گذاشتی دلم میخواد برو، این دلم میخواد یک و برو، با تو حال کردم. آره اصلا فالو میکنم لایک میزنم پستشم، مگه من چقدر باید آرزوام کشتشم، چرا همه کشتشم، آره دلم میخواد خوش بدم اتنقدر خوردی ولی چشات از همه گشنه تره، اینقدر خوردی ولی چشات از همه گشنه تره، خیلی چیزا رو نمیتونم بگم. برو با خوشگه تره هرچی هم دلم بخواد میرم میگم پشت سرت، دلم میخواد بری گمشی که یکم خوش بگذره، ولی من اینجوری نیستم پشت. حالا شاید به دوستای صمیمی تو حلقیم بگم، ولی به خیلی ها نمونه شما دیگه، شما خیلی هاتون نمیدونید چی شده. حالا شاید هم یه روز گفتم خدا رو چه دیدی، شاید یه روز کسخلم باشن شد گفتم. وای خیلی با من هم خونی داره، حواست پرت همش چیزاتو جا میذاری، دقیقا همینه. یعنی روزی یک ساعت با وقت صرف کنی برای پیدا کردنه، یعنی در روز همه رو بچسبونی، روزی یک ساعت وقت باید صرف کنی دنبال وسایل، وسایلی که حالا مال اون بود، من هم باید میگشتم پیدا میکردم. آه چقدر عکس اینجا دش دش دش، خیلی اونو بودم، خیلی بودم. که ازت بدم میاد، دار بزن. فقط این عکس و دار زدن رو نیستم، عکس و دار میزنن. آره به حتی میخواسته با قافیه چیز بشه، فقط با اینجاش مشکل دارم. عکس رو پاره میکنن میسوزونن معمول تا اینجایی که میدنسن روش میشاشن عکس رو، من تو حالا اصلا عکس رو دار بزنی که اتفاقی واسهش نمیافته. یه خورده با اینجای شعرش نیستم، اجازه بدید نپذیرم. درست قافیه بوده، قافیه تنگ آمده، شاعر به جفنگ آمده، اینو اصلا نیستم. میدونید که من روکم، هرچی میگم اگه خوب باشه میگم، اگه بد باشه هم میگم. به نظرم این قسمت شعر بده، عکس رو دار نمیزنن که مثلا دار بزنی خفش عکس یه جوریه. راجب سرقلشی و این چیزا صحبت نکردیم. ببینید بچه ها، خیلی ها میگن نظرت چیه، حق با کیه، کی راست میگه. خب من اولا اونجا نبودم، یه جوری میگید حق با کیه انگار که مثلا من خبر دارم، دوربین اونجا گذاشتم، میدونم چی و نمیخوام بگم، نمیتونم قضاوت کنم بگم حق با کیه. ولی یک چیزی رو من بهتون بگم از حرفای خانم قریشی، توی حرفاش چند تا ادعا کرد که به نظرم بودار بود. یک این که میگفتش که من دنبال ویو نیستم، خب و
ولی در صورتی که به موضوعی پرداخته که خیلی ویو داره این موضوع تتلو، اگر دنبال ویو نیست خب اینو ببخش و اصلا تموم شه، راجبش صحبت نکن دیگه که چی بوده و چی نبوده اگه دنبال ویو نیست. بعد میگفتش که یه جا دیگه هم گفت من دنبال پول نیستم که یوتیوب مثلا بخواد بهم پول بده، من بنز کافی دارم. خب اگر دنبال ویو نیستی چرا نمیری این اینستاگرام، چرا تو یوتیوب داری فعالیت میکنی که پول میده؟ چون میگفتم هدفم اینه که آگاهی رسانی کنم به تمام دخترای ایران که تو این دام نیفتن. خب دخترای ایران توی اینستاگرام بیشترن یا تو یوتیوب؟ کاربرای ایرانی و دخترای ایرانی کجا بیشترن، تو یوتیوب یا تو اینستاگرام؟ یعنی این چند تا چیزش یه خورده واسه من بودار بود، یعنی که دم خروس بود که زد بیرون، متوجه شدم، گفتم اینا هم بهتون بگم. و اینا بقیه مسائل که واقعا با یه زدتش تتلو، من نمیدونم، نمیتونم قضاوت کنم بگم آره زده یا نزده، آیا راست کی راست میگه، حق با کیه، اینم باز نمیتونم. حالا شاید به لایو تتلو و سرقریشه این چیزا ریاکشن رفتم، ولی خب نمیتونم نظر قطعی بدم بگم حق با اینه، این داره درست میگه. حسم حالا شاید مثلا بگم آقا من حس میکنم اینجوریه، فقط حسه، نمیتونم بگم قطع به یقین اینجوریه که میخواد جار بزنم که ازت بدم میاد، دلم میخواد اکساتو جلو همه دار بزنم، دلم میخواد این اکساتو جلو همه دار بزنم، کاش یه چیز دیگه بود، خاطرات تو دار بزنم بهتر بود. مثلا میخواد خاطرات تو جلو همه دار بزنم، حالا خاطرات باز میتونه دار زده شه، ولی عکس تو چجوری میشه دار زد؟ یه جوریه بزنم بزنم بشونم بفهمی از تو پاره ترم بکشم کار بتنم ام دو اندینگش هم جذاب بود، چه کاور باحالی، کاورش باحاله. بریم سر وقت ضرب المثل. خدا داند و من دانم و تو دانی که یک پشیز ندارد عبید زاکانی. خدا داند و من دانم و تو دانی که یک پشیز ندارد عبید زاکانی. اینو کی استفاده میشه این ضرب المثل؟ این که این داستان بین خودمون باشه، به کسی نگیم که مثلا فلان موضوع هست، همون شطور دیدی ندیدی کمل سی نات سی همونه، ولی خب به شیوه جدید. خدا داند و من دانم و تو دانی که یک پشیز ندارد عبید زاکانی. اینم از ضرب المثل امروز. با لایک و کامنت و سابسکرایب میتونید منو حمایت بکنید 30,000 تا بشیم لطفاً تتلیتی ها. دوستتون دارم. خدافظ.